اوایل ژانویه 2020 میان وسایل شخصی یوهان گوته در وایمار دست نوشته های عجیب پیدا شد که پلی فرهنگی از غرب مسیحی تا شرق شیعی را ترسیم می کرد. گوته چه نوشته بود و سعی داشت چه پیامی را به جهان پیرامونش برساند؟ Runzen werden in dem Tal unter seinem Fußtritt Blumen. آقای گاسوار و خانم کاتارینا الیزابت هیچگاه فکر نمی کردن که فرزندشان روزی اصلی ترین چهره ادبیات آلمان شود. یوهان ولفگان فون گوته، ادیب، فیلسوف، نقاش و نویسنده آلمانی است که سال 1749 در اینجا یعنی فرانکفورت به دنیا آمد. تأثیر او در سرتاسر اروپا آنچنان گسترش یافت که آثارش در قرن بعد از او منبع اولیه اطلاعات در زمینه‌های موسیقی، شعر، نمایشنامه و فلسفه شد. یوهان بعدها وایمار فرهنگی ترین شهر آلمان در ایالت تورینگن را برای اسکان همیشگی خود انتخاب کرد. آن منزل امروز بنیاد فرهنگی مهمی است که تبدیل به خانه موزه شده. فوتروس مدیا این ویدیو را با مشارکت بنیاد گوته تولید کرده است. دکتر برنارد فیشر، رئیس بنیاد، در مورد او می‌افزاید: گوته است در بدیوتندسته دویچه Schriftsteller. Er ist so etwas wie Zeus, der Zeus der deutschen Literatur. Bedeutend nicht nur also als Schriftsteller auch, wegen seines Faust, wegen seiner Romane. Er ist bedeutend eben als Universalgenie. Er hat gleichermaßen auch in die Naturwissenschaften hineingewirkt, also mit seinen Naturforschungen. Er war universal gebildet, hat sich also für die Meteorologie, für die Wetterkunde genauso interessiert wie für die Mineralogie. Also es geht ihm eigentlich wirklich um die ganze Welt in allen ihren Erscheinungen bis hin eben auch zu Gott, den schönen Künsten und so weiter. Aber er ist einer der großen, großen Beobachter dieser Welt und aller Phänomene dieser Welt. Wie gesagt, vom Stein, vom Wurm bis zu den Sternen. همچنین از وی به عنوان مبتکر مفهوم ادبیات جهانی نام می‌برند. تأثیری که گوته در فلسفه آلمان داشت قابل سنجش نیست. به ویژه اثری که بر نسل کسانی چون هگل و شلینگ گذاشت. سروده‌های وی الهام بخش موسیقی دانان بزرگی چون موزارت و بتهوون بود. از آثار مهم او میتوان به اگموند، فاوست، خیشاوندی های اختیاری، دیوان غربی شرقی و رنج های ورتر جوان اشاره کرد. در این بین رمان رنج های ورتر جوان شهرت زیادی دارد، به طوری که ناپلئون بناپارت در دیداری خصوصی با گوته عنوان کرد که ورتر را بارها و بارها مطالعه کرد. اروپایان روزها پر بود از کشتار و خونریزی های حاصل از جنگ هایی که ناپلئون به پا کرده بود و همین باعث افسردگی بسیاری از اهالی فرهنگ از جمله این شاعر فرانکفورتی شده بود، به طوری که دیگر توان سرایش و یا خلق آثار هنری علمی را نداشت. در همان ایام در اتریش یوزف فون هامرپورشتال، شرق‌شناس مشهور، دیوان حافظ شیرازی را به زبان آلمانی ترجمه کرد و به واسطه ناشران به دست گوته رساند. گوته تحت تأثیر شعرهای حافظ طبع شاعرانش بازگشت و زندگی در دنیای حافظ سبب شد که او طی یک هفته 15 شعر جدید بسراید. او دست به کار شد و دیوان را با عنوان غربی شرقی سرود که نتیجه الهامایش از شاعر ایرانی لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد شیرازی مشهور به حافظ بود. این کتاب جزو واپسین آفریده های گوته به شمار می رود. وی در جای این کتاب را به عنوان برایند زندگی خود معرفی کرده است. گوته دیوان شرقی غربی را ناشی از همزادپنداری عمیق خود با حافظ می داند. گویی او مبهود دنیای شرقی حافظ و الگوهای او گشته. جالبان که مبدع دیوان خود را به نام مبدع تاریخ اسلام نامیده است، هجرت. به ایران برویم، جایی که دکتر رضا بیات از حافظ و اندیشه ها و سبک شعری او میگوید. حافظ محبوب ترین و مشهورترین شاعر زبان فارسی است، تو این تردیدی نیست.
بین عام مردم یه ذهنیت‌هایی راجع به حافظ وجود داره به اونها نمیخوام بپردازم الان میخوام یک نگاه تخصصی به حافظ داشته باشم اونی که باعث میشه که گروه‌های مختلف بگن حافظ از ماست حافظ داره حرف ما رو میزنه تفاعل بزنن به دیوان حافظ و حال خودشون رو در شعر ببینند اینه که حافظ خلاصه تمام جریان‌های فکری قبل از خودشه همه چیز خونده همه مسیرها رو رفته همه چیز رو بلده و اسیر هیچ کدام از نهله‌ها هم نشده یعنی یک چیز کاملا شناور بین گروه‌های مختلف حرکت کرده بین فنون مختلف همه چیز هست و هیچ چیز نیست خودش به این حالت میگه رندی و جالب است مهمترین آرایه دیوان حافظ ایهامه یعنی چند پهلو حرف زدن این وضعیت کلی حافظه و یکی از رندی‌های حافظ اینه که منابع فکری خودش رو خیلی خیلی میپوشونه گوته در دیوان شرقی غربی سروده‌ای با عنوان نغمه محمد دارد این شعر مکالمه میان حضرت علی و حضرت فاطمه است که به توصیف شخصیت پیامبر می‌پردازد این شعر 70 بیتی پیامبر را از نگاه آن دو شخصیت به آبی که از کوهساران جاری شده است تشبیه می‌کند طبق قرائن گوته برای شناخت بیشتر و بهتر الگوهای حافظ به سراغ منابع مکتوبی از اسلام رفته ما امروز به طور دقیق نمی‌دانیم که گوته به غیر از قرآن چه منابعی در اختیار داشته اما خانم آنی ماری شیمل پژوهشگر آلمانی معتقد است که تشبیه پیامبر اسلام به آب در شعر نغمه محمد در هیچ منبعی یافت نمی‌شود به غیر از اثر شیخ کرینی مشهور به کافی گوته برای فهم بهتر این منابع ناگزیر از آموختن زبان و رسم الخط عربی و فارسی بود برای او خط عربی تبلور عینی فرهنگ مشرق زمین است زیرا او به درستی دریافته بود که شرق در کتاب خلاصه می شود به همین دلیل هم تلاش کرد رسم الخط عربی را از روی کتاب‌های شرقی تقلید کند und die ihm eben auch vorgelegen haben. Also es ist so, dass er vieles aus der wissenschaftlichen Literatur genommen hat, von Freunden genommen hat, aus Übersetzungen genommen hat. Aber es gibt eben auch in der Bibliothek drüben gibt es eine Reihe von orientalischen Handschriften. Und die hat er auch ganz lebhaft dann studiert und sich das angeguckt, um eben für sein Frontispiz etwa, aber auch für seine Bildfantasie Stoff zu gewinnen, wie sowas ausgesehen hat, ne, um darauf dann zu rekurrieren, darauf zurückzukommen in seinem eigenen Werk. مشق‌های یوهان از خط عربی در موزه‌خانه وی در شهر وایمار نگهداری می‌شود. اصرار گوته بر تکرار مشق یک جمله بسیار بخت‌آور است. جمله‌ای که از مهمترین شعارهای مردم شیعه و بخشی از اذان روزانه ایشان می باشد علی ولی الله weil er sich da am nächsten an der an der Kultur fühlte an wie gesagt am Sprachgeist am Schöpfergeist aber eben auch an der persischen Kultur an der mohammedanischen, wie es damals hieß, Kultur. Ne? Und das waren für ihn dann so ganz bewusst gewählt, also insofern schon ganz bewusste Dinge, also diese Suren dann zu nehmen. حافظ معتقده که در سیر و سلوک حتما نیاز است به یک خضر راه، به یک پیر، به یک کسی که هدایتش کنه، حمایتش کنه و همت خودش رو همراه حافظ کنه. همت یعنی هم مقام پیر برای هدایت سالک. همت یعنی توجه کامل پیر برای اینکه سالک نلغزه. این همت نکته بسیار مهمی است. و نکته جالب این که حافظ معتقد است همت را از پیری که الان زنده نیست هم می شود دریافت کرد. حالا ببینیم پیر حافظ کیه. در یک غزل دو گروه رو نفی می کنه و نهایتاً در بیت سوم پیر خودش رو معرفی می کنه. بی خبرند زاهدان. نقش بخوان و لا تقل مست ریاست محتسب باده بده و لا تخف صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد پاردومش دراز بادان حیوان خوش علف این گروه ها نفی شدند و حالا میخواییم بریم سراغ پیر حافظ حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه رهت بود
همت شحنه نجف. جالبه که حافظ اهل اسم خاص آوردن در شعرش نیست، ولی اینجا خیلی صریح به امیرالمؤمنین امام علی اشاره میکند و جاهای دیگری تصریح شدیدتر از این داره. در رباعیاتش میگه مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس، گر تشنه فیض حق به صدقی، حافظ سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. تعداد نوشته های علی ولی الله به دست یوهان گوته آنقدر زیاد است که گویی وی با هدفی مشخص قصد یادگیری این جمله را داشته است. گواه نظر نگاشه کامل علی ولی الله در برگه جدا به شکلی بزرگ است که با نقش و نگارها تزئین گشته. Egal, das was sagen wollte, dass die Dichtung frei ist und dass die Dichtung in gewisser Weise in dieser Freiheit auch Gottesdienst ist. Das war der Sinn dessen, was sagen wollte. Also frei im Sinne von frei von jeder äußeren Repression, frei im Ausdruck, frei auch im Lob und frei von jeder autoritären oder autoritativen Interpretation des göttlichen Wortes. Also jedem ist es selbst überlassen, Gottes Wort auf sich zu beziehen, es zu loben, zu preisen und es selbst zu verstehen. Also er kennt alle Interpretationen, aber er nimmt keine einzige als die wahre an, als die einzige, die alle anderen tyrannisieren dürfte. Nein, völlige Freiheit. سؤال ما از فیشر این است که چرا بعد از پیامبر تنها شخصیت امام علی برای گوته مورد توجه قرار گرفته، در حالی که نام هیچ یک از بزرگان صدر اسلام در دست‌نوشته‌هایش به چشم نمی‌خورد. Aber er hätte dem sofort zugestimmt. Ja, gerade diesem, ich kenne alle Interpretationen, aber es ist trotzdem Freiheit da. Aber es ist mehr als das. Es ist kein Zufall, dass er denjenigen nimmt, der eben in seiner Haltung zu anderen der toleranteste auch ist, ne, der offenste ist, der freiste ist, ne, auch der innerlich freiste ist. Insofern ist das mit Bewusstheit gewählt. Ne. Es ist kein dogmatischer Islam, sondern es ist ein freier Islam. Und es ist, man könnte fast sagen, sein eigener Freiheitswunsch, seine eigene Freiheitsüberzeugung, die da mit der islamischen Freiheitsüberzeugung zusammengeht. این کشف در تاریخ آلمان وقتی هیجان انگیزتر می شود که نویسنده به زبان آلمانی در زیر علی ولی الله می نویسد برای دیوان آینده. شباهت این برگه به صفحه نخست دیوان غربی شرقی چنین می نماید که او به دنبال رقم زدن اتفاقی مستقل بوده. آیا وی قصد داشته دیوانی در مورد این جمله رمزآمیز تعریف کند؟